واکنش جنرال عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در پیوند به اعطای رتبه مارشالی به ایشان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. واکنش جنرال عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، در پیوند به اعطای رتبه مارشالی به ایشان. بشیر احمد قاسانی در صفحه رسمی فیسبوک خود به نقل از جنرال عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان می نویسد: رتبه مارشالی برای من رویا نیست. سالها قبل این رتبه از سوی توده های مردم برایم اعطا شده است. سپاسگزار مردم افغانستان هستم که به حیث خادمشان می شناسند. این در حالی است که سخنگوی جنرال عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، در مورد دادن رتبه مارشالی به وی در توافق سیاسی ابراز نظر کرده است. 5 روز پیش دکتر عبدالله عبدالله طرح تازه‌ای را برای ایجاد یک حکومت توافقی که از آن به نام حکومت مشارکت ملی یاد شده است، با پادرمیانی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین به ارگ فرستاد. با گزارش اسپوتنیک، به نقل از تولو نیوز، بشیر احمد تیانج سخنگوی جنرال عبدالرشید دوستم میگوید که در توافقنامه سیاسی حکومت مشارکتی، دادن رتبه مارشالی به جنرال عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، حتمی است. سخنگوی جنرال عبدالرشید دوستم می افزاید که خبرهای خوبی در رابطه به توافق میان دکتر اشرف غنی و عبدالله عبدالله در راه است و اکنون آنان انتظار دارند که صلاحیت های جنرال عبدالرشید دوستم مشخص شوند. تیانج در این بار اظهار داشت: مارشالی شدنی است و من پیشاپیش برایتان تبریک میگویم و گپهای خوش و خوب است و انشالله در روزهای آینده شما را در جریان میگذارم. 5 روز پیش عبدالله عبدالله طرح تازه‌ای را برای ایجاد یک حکومت توافقی که از آن به نام حکومت مشارکت ملی یاد شده است، با پادرمیانی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین به ارگ فرستاد. اما تا کنون از نهایی شدن این طرح خبری نیست و ریاست جمهوری نیز در این باره چیزی نمیگوید. امید میثم سخنگوی عبدالله عبدالله میگوید که انتظار دارند به زودی این طرح نهایی شود و یک حکومتی که در سطح ملی و بین المللی معقول باشد ایجاد شود. امیدوار هستیم که تا روزهای نزدیک ما شاهد نهایی شدن این توافق باشیم تا بر اساس آن حکومت همشمول و فراگیر ایجاد شود و این حکومت معقولیت ملی و بین المللی داشته باشد. در همین حال دکتر عبدالله عبدالله چند روز قبل نیز چنین گفته بود: چنانچه مردم عزیز ما مطلع هستند، مدتی است که برای حل بحران سیاسی مذاکرات میان دو طرف در پی تلاش های خیرخواهانه شخصیت های ملی جریان دارد. به مردم افغانستان اطمینان می دهیم که در این مذاکرات به پیشرفت های دست یافته ایم و توافق های روی اصول صورت گرفته است و اکنون کار روی جزئیات و نهایی سازی توافق میان دو طرف ادامه دارد. امیدواریم با در نظر داشت بحران نوشی از شیوع ویروس کرونا در افغانستان و جهان، نیاز به تأمین صلح دائمی در کشور و اتحاد و همسایی ملی برای مقابله با مشکلات امنیتی اقتصادی، توافق سیاسی را هرچه زودتر نهایی سازیم. با تشکر که تا اخیر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. سرفراز و سربلند باشید.
خدا حافظ.